اسکیجور صحبتمند باشه و رخصتی را در پهلوی خانواده خود به خوبی سپری کنید و کوشش کنید در این رخصتی از خانه زیاد بیرون نبرایید. به علت امراض میتونیم در خانه امن و آرام در آغوش فامیل خود باشیم. قرار این که مکاتب ما تعطیل است، ولی مکتب آینور بلخ برای شما درس های از غیر حضوری از راه دور توسط اینترنت را پیشکش میکنند. امروز ما یک درس ما را انشاءالله از کتاب ساینس سنف 4 به شما به خانش میگیریم. هر کس کتاب های خود انشاءالله باز کنه، اگر کتاب نداشته باشین کتاب خود از مکتب دریافت کنیم خوب میشه. خب شاگرد عزیز، اینجا اگر به کتاب خود مراجعه کنیم، صفحه اول کتاب هر کدوم ما باز کنیم، در اینجا نوشته است موجودات زنده در فصل اول. شاگرد عزیز، حالا مراجعه میکنیم به صفحه دوی کتاب صنف 4 آشنایی با موجودات زنده. در شروع هدف درس باید بفهمیم و بعد از اون فعالیت را برتان وظیفه میتونم انشاءالله کار کنیم. هدف از درس ما آشنایی با حیوانات و نباتات، دوم تفکیک موجودات زنده از غیر زنده، سوم درک اهمیت خصوصیات موجودات زنده. اینا رو باید ما شما قبل از درس که ما شروع میکنیم باید آشنایی خود با اینها داشته باشیم. با حیوانات و نباتات، با تفکیک کردن موجودات زنده و غیر زنده، با درک اهمیت خصوصیات موجودات زنده. شاید عزیز، در قسمت فعالیت شما میتونید نام چند حیوان رو در کتابچه با چند نبات بنویسید. نام چند حیوان و چند نباتی رو که میدانید در کتابچه خود نوت کنید و عکس از او رو گرفته بر ما در واتساپ روان. در پایین صفحه 3 کتاب شما سوالات آمده. سوال یک، سوال ها حیوانات و نباتات دارای کدام خصوصیتند؟ دوم سوال، انسان نظر به کدام خصوصیت از دیگر موجودات زنده فرق دارد؟ شما این دو سوال را جوابش را در کتابچه خود بنویسید و برای من عکسش را روان کنید. تشکر.